خانم آتش شاکرمی یه پست گذاشته در اینستاگرام، به براندازا و به این مخالفان جمهوری اسلامی فشار اومده، نتونستن تحمل کنند و حمله کردن به پیج ایشون و فحش و بد و بیرا به ایشون گفتند. پستی که ایشون گذاشتن اینه که مواضع من مشخص است، وکالت نمیدهم به هیچ کس. حالا پست ایشون در مورد چیه؟ ببینید، این چند روز اخیر مخالفان جمهوری اسلامی یک کمپینی راه انداختن برای اینکه مثلا جمهوری اسلامی رو تغییر بدن، برای جنبششون یک رهبر انتخاب کنند و اومدن گفتن که ما وکالت میدیم به شاهزاده ربع پهلوی تا مثلا بیاد رهبری جنبش ما رو به دست بگیره و از جمهوری اسلامی بگذریم، که البته ربع پهلوی نمیتونه تنبون خودش رو بالا بکشه، چه برسه به اینکه یک جنبش رو رهبری کنه. خلاصه ایشون اومده گفته که مواضع من مشخصه، من وکالت نمیدم به ربع پهلوی. حالا این مخالفان، این کسانی که دم از زن زندگی آزادی میزنند، کسانی که این جنبش زن زندگی آزادی رو راه انداختند، اومدن ریختن سر این خانوم، بهش فحشای جنسی و رکیک میدن. خود این خانوم اومده در مورد این پیام‌ها و این حملات پست گذاشته و نوشته که صندوق پیام‌های من پر شده از فحشای رکیک و تصاویر آلت این دموکراسی خواهان، یعنی همونایی که دم از زن زندگی آزادی میزنن، رفتن پیوی این خانوم فحش جنسی دادن، تصاویر آلتشون رو فرستادن واسه ایشون، همونایی که جنبش زن زندگی رو راه انداختند و مردم رو میخواستن به زور در این جنبش بچپونند، در حالی که خودشون هیچ اعتقادی به این زن زندگی آزادی ندارند، از زن حرف میزنند ولی فحشای رکیک جنسی ضد زن میدن، از زندگی حرف میزنند ولی تو خیابونا مردم رو زندگیشون رو مختل میکنند، به زور میخوان مغازه ها رو ببندند که مثلا مردم به اعتصابات بپیوندند، اعتصابات اجباری، از آزادی حرف میزنند ولی یه نفر مثل این خانوم میاد یه حرف مخالفشون میزنه، میگه آقا من با شما موافق نیستم، بعد میریزن سرش، حمله میکنن بهش، بدترین فحشا رو بهش میدن. اینا همونایی هن که جنبش زن زندگی آزادی رو راه انداختند و تلاش میکردن که مردم رو همراه خودشون کنند و یه عده که شناختی نسبت به این جماعت نداشتند فریب خوردند و همراهشون شدند، ولی تو این مدت دیگه مردم فهمیدن، اینا رو شناختند، دیدن که اینا یه آدمای زن ستیز، بددهن و خشنند. اینا هنوز به قدرت نرسیدن، اگه یه روز به قدرت برسن دیگه چی میشن؟ زن ستیز که هستن، زندگی مردم هم که مختل میکنن برای اهداف سیاسی خودشون، از آزادی هم حرف میزنن ولی دیکتاتورن، بعد میان میگن زن زندگی آزادی. و در پایان این برنامه هم خدا رو شکر میکنیم، خدا رو سپاس میگیم که دشمنان ما رو از احمقها قرار داد. دمتون گرم، اگر برنامه رو دوست داشتید، مفید بود براتون، لطفاً لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم، بدرود.